درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. بنیاد نیکسون جایزه معمار صلح را به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا می کند. یک زن برای نخستین بار به عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. فرماندهی انتظامی ایلام از قتل دختری به دست پدرش با سلاح گرم خبر داد. مهدی کروبی رفع حصر بدون میرحسین موسوی را رد کرد. در حمله نیروهای اسرائیلی به سراسر کرانه باختری دست کم 9 فلسطینی کشته شدند. کیفرخواست جدیدی علیه ترامپ در ارتباط با مداخله در انتخابات سال 2020 صادر شد. پسر بچه کنجکاو کوزه 3500 ساله را در موزه شکست و خانه مد دولچه گوانا اولین عطر مخصوص سگ‌ها را روانه بازار کرد که واکنش‌های مختلفی به دنبالش است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. امروز چهارشنبه 28 آگست 2024 میلادی برابر است با 7 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. بنیاد ریچارد نیکسون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جایزه معمار صلح را به صورت مشترک به شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی اهدا می‌کند. جایزه معمار صلح در بنیاد نیکسون به افرادی اعطا می‌شود که در سراسر زندگیشان برای حمایت از صلح جهانی و مبارزه با نظام‌های تمامیت‌خواه فعالیت می‌کنند. در بیانیه بنیاد ریچارد نیکسون آمده از خانواده شاه فقید ایران به دلیل فعالیت‌هایشان در راستای ترویج آزادی و دفاع از دموکراسی در ایران از سال 1979 تا کنون تقدیر خواهد شد و در پاییز امسال اعلی حضرت فرح پهلوی و اعلی حضرت رضا پهلوی به طور مشترک جایزه معمار صلح بنیاد ریچارد نیکسون را دریافت می‌کنند. شهبانو فرح و پسرش که از سال 1979 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در تبعیدن نمادهایی برجسته از مخالفت با رژیم تروریستی و دین سالار حاکم بر ایرانند. این بیانیه در ادامه می افزاید که شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی هر کدام بیش از 40 سال از عمرشان را برای دفاع از آزادی، حمایت از آرای مردم به منظور تشکیل حکومتی دموکراتیک و جلب توجه جهان به نقض مداوم حقوق بشر در ایران وقف کردند. نیکسون تنها مقام آمریکایی بود که سال 1980 در مراسم خاکسپاری پادشاه فقید ایران در قاهره شرکت کرد. جایزه معمار صلح در ضیافت شامی که 22 اکتبر در کتابخانه ریچارد نیکسون برگزار می شود به شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد شد. شهبانو فرح پهلوی هم تا یک مراسم خصوصی در اواخر پاییز سال 2024 این جایزه را دریافت خواهد کرد. دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه 7 شهریور ماه فاطمه مهاجرانی را به عنوان سخنگوی خود معرفی کرد. با معرفی خانم مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت 14 شمار زنان کابینه به 4 تن رسیده است. این نخستین بار است که در جمهوری اسلامی یک زن به عنوان سخنگوی دولت معرفی می شود. فاطمه مهاجرانی متولد سال 1349 در عراق و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه باهنر کرمان و فوق لیسانس استراتژی و دکترای مدیریت از دانشگاه هریوت بات اسکاتلند است. به سابقه ریاست مرکز استعدادهای درخشان را در کارنامه خود دارد. گروهی از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری به دلیل تداوم بی‌توجهی مقامات مسئول به مطالباتشان بار دیگر در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. مهمترین مطالبات این بخش از نیروهای شاغل در صنعت نفت و گاز ایران حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف
محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده 10 و مطالبه اولویت دار دفاع از صندوق بازنشستگی نفت است. همزمان شماری از کارکنان پالایشگاه‌های 10، 11 و 12 در مجتمع گارز پارس جنوبی در اصلویه در مقابل ساختمان اداری این پالایشگاه‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. زنکشی و قتل‌هایی با انگیزه ناموسی در ایران تکرار می‌شود. در جدیدترین نمونه فرماندهی انتظامی ایلام از قتل دختری به دست پدرش با سلاح گرم در روستای گوزلانگر از توابع در شهر این استان خبر داد. مقتول دختری 17 ساله به نام مبینا زینی‌بند است. سایت حقوق بشری خانگاه پیش از این گزارش داده بود که رحیم خان زینی‌بند، پدر 56 ساله مبینا، روز دوشنبه 5 شهریور ماه دخترش را به دلیل رابطه با یک پسر نوجوان با شلیک اسلحه شکاری ساچمه‌زن به قتل رساند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مبینا در روستای شیخ مکان به مدرسه می رفته که در آنجا با پسری از یک طایفه دیگر آشنا می شود، اما این دو طایفه درگیری هایی با یکدیگر داشتند. به گفته یه منبع مطلع، پدر مقتول به دلیل مشکلات طایفه ای با این ازدواج مخالفت می کند. چند ماه بعد پسر جوان به دیدار مبینا می رود، اما پسر عمویش آنها را می بیند و با هم درگیر می شوند. مبینا به خانه همسایه فرار می کند که پدرش او را به خانه باز می گرداند و در مقابل چشمان مادرش به او شلیک می کند. مهدی کروبی، فعال سیاسی اصلاح طلب و نامزد انتخابات سال 1388 که سالهاست در حصر خانگی به سر می‌برد، در پاسخ به احتمال رفع حصر خود گفته است که خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، دیگر فعال سیاسی اصلاح طلب و نامزد همان انتخابات است. به گزارش انصاف نیوز، کروبی با تشکر از تلاش مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکومت ایران و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای رفع حصر خود گفته است که این اقدام باید همزمان با رفع حصر موسوی باشد. ما هر دو همزمان حذف شدیم و اگر قرار شود روزی رفع حذف شود، ما هر دو باید رفع حذف شویم. من رفع حذف تنهایی را نمیخواهم. جمعی از داوطلبان کنکور و والدینشان روز چهارشنبه 7 شهریور ماه مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. معترضان به مسببه کنکوری این شورا و تاثیر معدل در آزمون ورودی دانشگاه ها آن را در جهت منافع مافیای کنکور دانستند و خواهان توقف اجرایش شدند. بر اساس مسببه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو سال اخیر سهم معدل سوابق تحصیلی دانش آموزان در آزمون ورودی دانشگاه ها افزایش یافته است. بسیاری از والدین و دانش آموزان معتقدند که امکان تقلب در این سوابق نسبت به کنکور بیشتر است. در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم.
ادامه قطعی های مکرر برق منازل و صنایع مختلف در ایران منجر به افزایش خشم شهروندان ایرانی نسبت به ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و تشکیل تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران شد. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش چشمگیر تولید صنایع ایران همزمان با گسترش قطعی برق در تیر ماه امسال خبر داده و اعلام کرد که بنگاه‌های صنعتی نسبت به سال قبل رکود عمیق‌تری را از نظر شاخص‌های تولید و فروش تجربه کردند. اما عباس علی آبادی وزیر نیروی جدید ایران در دولت مسعود پزشکیان در واکنش به افزایش اعتراضات به این بحران پیشنهاد داد که برای کاهش مصرف برق به جای کولر از پنکه استفاده شود و سپس مدعی شد که در ژاپن هم مردم از پنکه استفاده می‌کنند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که امروز چهارشنبه هفتم شهریور ماه جمعی از ساکنان شهر لارستان در استان فارس در اعتراض به قطعی برق در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کرده و نسبت به اختلال مداوم در زندگی روزمره خود اعتراض کردند. در کاشان هم بازاریان این شهر با تجمع در خیابان‌های اصلی شهرشان نسبت به عدم پاسخگویی مسئولان در مورد قطعی‌های مداوم برق و حل نشدن این معضل بزرگ معترض شدند. یک عضو شورای شهر تهران گفته است که پیمانکاران شهرداری از کودکان اتباع که به دلیل نداشتن کارت بانکی و مدارک هویتی از حقوق و بیمه مناسب برخوردار نیستند برای کارهای خدمات شهری استفاده می کنند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین ناصر امانی افزود در محل گردی هایی که می روم می بینم که متاسفانه پیمانکاران تخلف کرده و اتباع با سن پایین ماننده کودکان 13 و 14 ساله را به کارگیری می کنند. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه بکارگیری این کودکان غیر قانونی است افزود بعد از بکارگیری هم حقوق آنها به موقع پرداخت نمی شود و چند ماه یک بار پرداخت می شود. او گفت که غیر قانونی بودن بهره کشی از کودکان اتباع توسط پیمانکاران و مشکلات این کودکان بارها به شهرداری تذکر داده شده است. این در حالی است که در وعده‌ای که هنوز از سال گذشته عملی نشده توکلی زاده معاون امور اجتماعی شهرداری تهران گفته بود که تمام کودکان از دایره کار خدمات شهری خارج شده و دیگر اجازه ادامه تخلف به کارگیری کودکان را نمی دهیم. مقامات فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی در سراسر کرانه باختری دست به عملیات نظامی زدند که در جریان این حمله دست کم 9 تن کشته شدند. اسرائیل از زمان حمله گروه افراطی حماس به جنوب این کشور در 15 مهر ماه سال گذشته تقریبا روزانه در کرانه باختری دست به عملیات زده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه های شبه نظامی فلسطینی روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه اعلام کردند که با سربازان اسرائیلی تبادل آتش کردند. فرماندار جنین به رادیو فلسطین گفت که نیروهای اسرائیلی این شهر را به محاصره خود درآورده و مسیرهای خروجی و ورودی به بیمارستانها را مسدود کردند. وزارت بهداشت سرزمین‌های فلسطینی می‌گوید که اجساد 7 تن به بیمارستان شهر توباس و 2 تن دیگر به بیمارستان جنین منتقل شدند. ارتش اسرائیل انجام عملیات در شهرهای جنین و تولکرم در کرانه باختری را تایید کرده اما جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که جنگ با روسیه در نهایت از طریق مذاکره پایان می‌گیرد، اما کیف باید موضعی قوی داشته باشد و او می‌خواهد که در این رابطه طرحی را به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دو جانشین بالقوه او ارائه کند. رهبر اوکراین که روز سه‌شنبه ششم شهریور ماه در نشست خبری حضور یافته بود گفت که پیشروی ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه تا یه 3 هفته اخیر بخشی از این طرح است، اما این عملیات در این حال با اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک هم همراه خواهد بود. او در کیف به خبرنگاران گفت نکته مهم این طرح این است که روسیه مجبور شود به جنگ خاتمه بدهد. ما به دنبال چنین چیزی هستیم. برای اوکراین هم عادلانه خواهد بود. زلنسکی توضیح بیشتری درباره اقدامات بعدی اوکراین نداد، اما گفت که درباره این طرح با کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات 5 نوامبر و همچنین احتمالاً با دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات آتی آمریکا گفتگو خواهد کرد.
رئیس جمهوری اوکراین سپس ابراز امیدواری کرد که در ماه سپتامبر برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک برود و در آن سفر با جو بایدن دیدار کند. جک اسمیت، دادستان ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده، کمتر از 2.5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کیفرخواست تازه‌ای علیه دونالد ترامپ در رابطه با اقدامات او در انتخابات سال 2020 این کشور تسلیم دادگاه کرد. این کیفرخواست که جایگزین شکایت قبلی از ترامپ شده، مرتبط با اتهام تلاش این نامزد انتخابات برای مداخله در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا است. دونالد ترامپ اتهام مداخله در نتیجه انتخابات را رد کرده، اما بر تقلب گسترده در انتخابات سال 2020 پافشاری می کند. کیفرخواست تازه علیه ترامپ 4 اتهام علیه او مطرح کرده و بر اساس رأی اخیر دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصدوم بودن رؤسای جمهور برای بخشی از رفتارها و اقدامات خود در کاخ سفید تنظیم شده است. آنطور که جک اسمیت، دادستان ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده، روز سه‌شنبه اعلام کرده که کیفرخواست تازه شامل همان اتهامات جنایی پیشین علیه ترامپ است، اما اتهامات علیه او را بعد از رأی دیوان عالی که مصونیت گسترده‌ای را برای رؤسای جمهور سابق اعطا می‌کرد محدود می‌کند. اتهامات حفظ شده شامل توطئه برای ایجاد مانع در فرایند رسمی و توطئه علیه حقوق رای دهندگان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در تازه ترین اظهارات خود جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی، و معاونش کاملا هریس را تا حدی مسئول سوء قصد به جان خود دانست و خاطر نشان کرد که آنها شخصا کار محافظت بهتر از او را برای سرویس مخفی دشوار کردند. ترامپ شامگاه سه‌شنبه ششم شهریور ماه در مصاحبه با فیل مکرو که با نام مستعار تلویزیونیش دکتر فیل شهرت دارد گفت: وقتی این اتفاق افتاد، مردم می پرسیدن که چه کسی اشتباه کرده است. به نظرم تا حدودی اشتباه بایدن و هریس است. من طرف رقیب هستم و آنها دولت را علیه من به کار گرفته و کل وزارت دادگستری را برای دستگیری من بسیج کردند. آنها چندان اهمیتی به امنیت و سلامت من ندادند. ترامپ بار دیگر این ادعای خود را تکرار کرد که بایدن از وزارت دادگستری برای پیگرد او از طریق زدن اتهامات قانونی استفاده کرد. این نامزد حزب جمهوری خواه افزود: آنها باعث شدند که یافتن تیم کاری مناسب برای من در ارتباط با سرویس مخفی بسیار دشوار شود. لندن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. یک کوزه که قدمت آن به عصر برنز باز میگردد و در موزه‌ای در شهر حیفا در اسرائیل به نمایش گذاشته شده بود، به طور تصادفی توسط یک پسر بچه 4 ساله تکه تکه شد. مقامات موزه هخت در دانشگاه حیفا در شمال اسرائیل میگویند قدمت این ظرف سفالی به سالهای 2200 تا 1500 قبل از میلاد باز میگشته و به دلیل سالم بودن به هنگام کشف یک شیء باستانی نادر به حساب می آمده است. این کوزه در نزدیکی ورودی موزه بدون شیشه محافظ به نمایش گذاشته شده بود، چرا که مقامات موزه اعتقاد دارند که در نمایش یافته های باستانشناسی بدون مانع جذابیت خاصی وجود دارد. پدر این پسر گفته است که پسرش به هنگام بازدید کوزه را کمی کشید، زیرا در مورد آنچه داخل آن بود کنجکاو بود، کاری که باعث افتادن و شکستن آن شد. موزه هخت اعلام کرده که بعد از این حادثه کودک به همراه خانواده‌اش برای یک بازدید برنامه ریزی شده به نمایشگاه آثار باستانی در این موزه دعوت شدند. خانه مد دولچه گابانا اولین عطر مخصوص سگ‌ها را روانه بازار کرد که واکنش‌های مختلفی به دنبال داشت. این عطر که به نام ففه معرفی شده با الهام از سگ کوچک یکی از طراحان برند ساخته شده و شامل رایحه های مشک، چوب صندل و گل های یلانگ یلانگ است. بطری این عطر با جزئیات لوکسی مانند پنجه طلای 24 عیار و گردنبندی با لوگوی دولچه گابانا تزیین شده و قیمت آن حدود 100 دلار است. اما این محصول دولچه گابانا با انتقاداتی از توی فعالان حقوق حیوانات به ویژه سازمان پتا روبرو شده است. این سازمان معتقد است که استفاده از عطرهایی با رایحه‌های طراحی شده برای انسان‌ها می‌تواند به حس بویایی حساس و قوی سگ‌ها آسیب برساند و حتی منجر به استرس و مشکلات سلامتی برای این حیوانات شود. این نگرانی‌ها به خصوص به دلیل داشتن میلیون‌ها گیرنده بو در بینی سگ‌ها که هزاران برابر قوی تر از انسان ها عمل می کند مطرح شده است. در پاسخ به این انتقادات، برند دولچه گابانا اعلام کرد که این عطر از مواد ایمن برای سگ ها ساخته شده و فاقد الکل و مواد شیمیایی است. همچنین این برند تاکید کرده که عطر ففه بعد از آزمایش های دقیق در آزمایش ها، آزمایشگاه و تاییدیه از دامپزشکان به بازار عرضه شده است. روش استفاده پیشنهادی برند هم شامل اسپری کردن عطر بر روی دست و سپس مالیدن آن به موهای سگ یا استفاده از بروز برای پخش عطر بر روی بدن سگ است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.